به نام خدا سلام و شبتان بخیر. امروز سه‌شنبه 28 سپتامبر 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 19 سپتامبر 2017 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبر ها. آغاز نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک. در ولسمشر وینا به تروریسم پروگوشونو د دې ترڅنګ تروریزم په شوابات باندې ونویشل سي. تصمیم به اعزام 3000 سرباز اضافی امریکا به افغانستان. هر حرکتی که باعث تضعیف تروریستا شوه و در مبارزه با تروریسم با ما کمک بکنه طبعا او را استقبال میکنیم. با واکنش روسیه با چین به درخواست امریکا. رئیس جمهور آمریکا میگوید که اکنون زمان آن فرا رسیده تا کشورهایی که از گروههای تروریستی مانند طالبان حمایت میکنند منزوی شوند. دونالد ترامپ که در جمع رهبران کشورهای جهان در سازمان ملل سخن میگفت، راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان را مبارزه با شیطان عنوان میکند. وارث نایل با جزئیات بیشتر در این مورد. کشورهایی که دهشت افغانان را پناه میدهند و یا منابع مالی در اختیار آنها قرار می‌دهند من بعد منزوی خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در مجمع عمومی سازمان ملل سخن می‌گفت گفته است که حال زمان آن فرا رسیده که با این کشورها مبارزه صورت بگیرد. حال زمان آن فرا رسیده که کشورهایی که سازمانهای تروریستی مانند القاعده، حزب الله، طالبان و یا دیگر گروههایی که مردم بیگناه را می‌کشند مسئول قرار بدهیم. رئیس جمهور آمریکا راهبرد جدید این کشور در افغانستان را راهبردی برای پیروزی عنوان می‌کند. ماه گذشته من راهبرد جدید را برای پیروزی در مقابل این شیاطین در افغانستان اعلام کردم. از این پس منافع امنیتی ما مدت زمان و ابعاد عملیات نظامی را مشخص می‌سازند، نه معیارهای خودسرانه که سیاسیون آن را می‌سازند. من همچنان عملکردمان را در مبارزه با طالبان و دیگر گروه‌ها تغییر دادم. در همین حال دبیر کل سازمان ملل از کشورهای جهان می خواهد از دریچه گفتگو برای حل معضلات وارد شوند. ما اینجا گرده هم آمدیم رنج را از دوش مردممان برداریم و کمک کنیم تا به آرزوهای معقول خود برسند. ما تنوع زبانی، قومی و مذهبی داریم و بعضهای من رقابت ها دارند و یا به صورت مستقیم در مبارزه هستیم و از این رو است که به سازمان ملل نیاز داریم. رئیس جمهور آمریکا در حالی از مبارزه با کشورهای حامی تروریسم صحبت می کند که اخیراً پاکستان گفته است که این کشور صادقانه با هراس افغانی مبارزه می کند و در این راه قربانی زیادی داده است. ریاست جمهوری کشور از بررسی افشای سند محرم راهنمای قومگرایانه توسط معاون ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور سخن می زند. در همین حال سیاسیون می گویند دامن زدن به موارد قومی در نهادهای دولتی سبب ضعف نظام خواهد شد. علی اصغری با جزئیات بیشتر در این مورد. بر بنیاد نشر گزارش روزنامه اطلاعات روز که نشان دهنده یک سند محرم راهنمای قومگرایانه از سوی معاون ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور است، واکنش‌های را به دنبال گرفت. در همین حال ریاست جمهوری به بررسی این گزارش تاکید می‌ورزد. اداره امور خپل ځانه اصول لري او هغه کسانو چې په دا عمل کړی دی اشخاص دي او له اشخاص سره قانوني برخورد شوی دی نور به هم دا موضوع څېړل کېږي. جریان های سیاسی ناتوانی حکومت را دلیل پیدایش این گونه اتفاق ها عنوان می کنند. هر شهروند افغانستان حقوق و وجایب مساوی دارند و شعار دکتر صاحب غنی هم بود که کسی برتری نداره و این خوب نیست که مادونایشان باز یک پالیسی دیگه را مطرح کنه. برخی از اعضای شورای ملی نیز نشر این سند را تکان دهنده می دانند. اما یک پالیسی یا یک سیاست یا یک تلگرامی که در اداره امور از طرف معاون اداره امور نشر شده و سری مطبوعات و طوری که اونا فرمودن واقعا این به افغانستان بسیار خطرناک است. نشان میده که بسیاری از ادعاهایی که در مورد تبعیض سیستماتیک و در مورد برخوردهای حذفی نسبت به منصوبین بعضی از اقوام
در حکومت افغانستان وجود داره بدون سند و دلیل نیست. تصویری که از صبح روز سه‌شنبه در صفحات اجتماعی دست به دست می شود، در آن آقای ثواب‌الدین مخکخ تمامی ادعاها بر ضد خودش را بی اساس خوانده و سندهای نشر شده را جعلی می داند. تولنیز رسانه که از من پا حق لخبره شویده او زین بیزای اتهامات او تورون پکل گل شویده چه گواه که دوی او یا زین کسان غواری چه پا اداری امور که دیچار پا اداره که یواز پختانه مقرار که دوستانو دی تاسی دی اتمنان لپاره پا پورا مسئولیت سروایان چه داغ ورقه جعلی ده بی اساس ده. از سوی هم در پی نشر سند راهنمای قومگرایانه منتسب به ثواب‌الدین مخکخ، این فرد از کرسی معاون ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور استعفا داده است. خبرها را از آریانا نیوز دنبال کنید. در آریانا وقفه کوتاه. رهبر حزب اسلامی افغانستان در سفر به ولایت هرات میگوید که حکومت وحدت ملی موقت است و باید تا یک مدت دیگر نیز تحمل شود. وی در سخنرانی در جمع هوادارانش میگوید حکومت باید آغوش خود را به طالبانی که از جنگ خستند باز کند و همسایگان افغانستان نیز باید برای پایان جنگ در افغانستان گام بردارند. حسین نیکخواه از هرات این گزارش را فرستاده. اینجا در مسجد جامع بزرگ شهر هرات گلبدین حکمتیار تاکید کرد که حکومت افغانستان موقت است و باید تا مدتی که از عمران باقی مانده تحمل شود. کسانی که میخوان باید قدرت به یک حکومت موقت انتقال شود، بعد انتخابات برگزار شود، با اونا میگوییم که حکومت خود یک حکومت موقت است. ده ماه بر انتخابات مانده. رهبر حزب اسلامی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان مشخص شده آن پافشاری دارد. بیاییم ترتیبی بگیریم که انتخابات حتماً و در وقتش برگزار شد. شفاف و عادلانه باشد. در انتخابات تقلب صورت نگیرد. گلبدین حکمتیار از خواست بخش بزرگی از طالبان برای یکجا شدن به روند صلح نیز خبر می‌دهد. ما باور دارم تعداد زیادی از طالبان فعلا از جنگ خستن و خواهان صلح می‌خوان به پروسه صلح بپیوندند. دولت باید آغوش خود را برای طالبان خوب باز کند. رهبر حزب اسلامی همچنان از افزایش نیروهای خارجی در کشور انتقاد کرده و آن را چاره حل مشکلات امنیتی افغانستان نمی داند. از جهتی هم حکمتیار به کشورهای همسایه هشدار داد که اگر به فکر خاموش کردن جنگ در افغانستان نباشند، جنگ دامن آنها را نیز فرا خواهد گرفت. هیچ کس با تکه به توپ و تانک و طیاره خود و با افزایش نیروهای نظامی خود نمی تواند این جنگ را مهار کند و پیروز و فاتح این جنگ باشد. در همایش استقبال از رهبر حزب اسلامی، والی هرات نیز شرکت کرد و تاکید نمود که جنگ در افغانستان ناجایز است و باید پایان یابد. اکنون توجه کنید به چند خبر کوتاه از خارج کشور. نشست سالانه سازمان ملل عصر امروز به وقت کابل در نیویورک آغاز شد. نخست دبیر کل سازمان ملل در سخنرانیش مردم را به صدای واحد در برابر خشونت و تهدیدهای جهانی فرا خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز دموکراسی آمریکا را در جهان بیمانند خوانده و خواستار اصلاحات در سازمان ملل شد. این در حال است که روسیه و چین از پیوستن با 128 کشور جهان در امضای یک اعلامیه ابا ورزیدند که سوی رئیس جمهور ترامپ ارائه شده و هدف آن حمایت از ورود اصلاحات در ملل متحد و مؤثرتر ساختن این سازمان در بحرانهای جهانی است. مقامات روسی گفتند در حالی که از بهتر شدن بیروکراسی ملل متحد حمایت میکنند، ولی به باور آنها هر تغییر در این نهاد جهانی باید در راه مذاکره میان اعضای ملل متحد وارد شود، نه یک اعلامیه اجباری از سوی آمریکا. چندین سازمان مدافع حقوق کارگران و ضد بردهداری در گزارش تخمین زدند که در سال گذشته میلادی تعداد قربانیان بردهداری مدرن در جهان به بیش از 40 میلیون نفر رسید. این برآورد البته محافظه‌کارانه توصیف شده است. بر اساس این گزارش 3 نفر از هر 4 برده زنان و دختران هستند و حدود 25% آنها زیر 18 سال سن دارند. بردهداری مدرن در سراسر جهان دیده می شود، ولی در کشورهای آفریقایی، آسیایی و حوزه پاسیفیک رواج بیشتر دارد. دوباره خوش آمدید و توجه کنید به یک خبر اقتصادی.
اتاق تجارت خواستار افزایش بانکداری اسلامی در کشور شد. مسئولان این اتاق میگویند برخی از سرمایه گذاران به دلیل کمبود بانکداری اسلامی در کشور از بانک ها فاصله گرفتند. سمیرا زعفری با جزئیات بیشتر در این مورد. اینجا اتاق تجارت و صنایع با شمار از نمایندگان بانک‌های خصوصی و دولتی کشور نشسته را به هدف رشد بخش بانکداری اسلامی در کشور برگزار کرده است. اتاق تجارت و صنایع ترویج بخش بانکداری اسلامی را در رشد اقتصاد و بهتر شدن روابط بانک‌ها با شهروندان مهم می‌داند. سیستم بانکداری اسلامی واقعاً قابل اهمیت است. افغانستان یک کشور اسلامی است و ما که می‌بینیم در طول 16 سال به هیچ دوستای سرمایه‌دار و تجار شیشته تقریبا نسبی از تجارای ما به همین سیستم فعلی که در بانکای خصوصی مروج هستند دل نادل هستند. در همین حال بخش بانکداری اسلامی در چند سال گذشته در کشور رو برش دانسته می شود. زموږ اصلي مقصد دا دی چې اسلامي بانکداری ته کار وکړو او تفاهم د اسلامي بانکداری تفاهم ته کار وکړو او د معلوماتي نیمګړتیاو د لیرې کولو لپاره کار وکړو. بانک ها هم بسیار دیسه علاقمند هستند که نظام بانکداری اسلامی را سیستم های خود چی کنند. دیگه کار شده بسیار به ترویج ازی. اکنون 15 بانک خصوصی در کشور فعالیت دارد که از میان 7 بانک جواز بخش بانکداری اسلامی را دارند. توجه کنید به نقش شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 65 پول، یک یورو 81 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه پاکستانی 640 افغانی و 1000 روپیه هندی 1060 افغانی. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. و غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9. از همراهیتان با خبرهای آریانا سپاسگزار هستیم.